کیوانو مشکی پوشیده. بابا کیو، خیلی محلقا بانوی من وصیت نکرده بود تو مراسمش مشکی نپوشی. الان تمام وصیت محلقا خانم مو به مو اجرا شده، فقط مانده پیرن گلگلی پوشیدن من. آفرین به این نوری و دختراش، الحق و الانصاف سنگ تمام گذاشت بره اون مرحوم و چراغ نزدش روشن نگرد. من اون خونه مرحوم فروختیم و این خونه جدید خریدیم. اون دلش می‌خواست که من بدهی شما را از پول فروش اون خونه ها بدم. آفرین. مهر لیست دستشه. خب انا یکی یکی به مهر بگی چقدر گرفتی که الباقی حسابتونه بگم من بدونم که چقدر بهش بده کردم. امروز مهر اینجا ندیدی. بسیا اون بیریخت شوهرت کجا بول کرد یه هورا؟ نمیدونم والا، گو یه کار واجبی براش پیش اومده، بعدم برام میگه. بابش همینجا نگرد، همینجا نگرد. مهر عالی بودی، فردا شب هم همینجوری حال بدی. همینجوریه، خیالت راحت. پول بیشتر میگیرت. به به، سلام آقای دمت. سر یه کاری بودم، ببخشید. هی امشب تو مهمانی چند نفر بشم گفتن شوهرت از ما پول دستی گرفته پس نداده. مادر من در موردش این خانم با توی صحبت نکرد. مثلا چه صحبتی؟ که شیخ خانم رو بدی به من، ازدواج کنی سر من بشه. خاک سر من که این سلمانی جونی میاد خواستگاری من. آ کیوانی حساب مهیار داره میزنه بالا. وقتی زن گرفته هر چی میخوام زیر پر و بالش بگیرم، میگه نه مرد اونه که رو پای خودش وایسه. یه فکری به حالش بکن، اگه قرار باشه همینجوری بخواد رو پای خودش وایسه، آبروی کل خاندانت رو به باد میده. داداش صمد میشناسی؟ کجا آدرس دادن؟ بابا یه صورت بدفرمی دارم، موهاشم یه مدلی درست میکنم، بابا بالا همین تپه زندگی میکنم. اصلا این منطقه سال هاست که صمد به خودش ندیده. حس شیشومه میگه دنبال مهیار آمده. آدرسش هم داشت، احتمالا طلبکارشه. اونم یه جوری خودش صمد معرفی کرده که یه جوری رد گم کنه. میخوام ببینم چجور بچه ایه، میشد دختر داد دستش یا نه. وایسا یعنی من به عنوان خانواده عروس حق ندارم راجع به داماد پرسجو بکنم؟ کدام داماد؟ بابا صمد هم میام دیگه. مهیار اومده واسه خاطر. به مهیار نه صمد. آقا نخواستی واسه واسه نمیکنم. بعدش بستی؟ خرد داره کبود میشه. من نمیدانم آخه، آدم انقدر نمک نشناس، روژان براش چه کم گذاشته بود؟ بابا میدانی چیزه؟ ماه خانوادگی شانس نداریم. من نباید الان قضاوت بکنیم، مگه هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. چشم، سب میکنیم یه دوقلو که از زن دومش گذاشته دامن خانواده خانزاده، اون موقع قضاوت میکنیم. وای، من باید برم اساسام جمع بکنم. مهیار مقاد عروس بیاره. زشته و ساله نمونده باید. بخواه بشارت خراب تو. بخواه ببگن. مگه الان کیه؟ ببگن اون بخواد عروس بیاره من بشتر گیر بشم. شما هنون نوری جکی چنه نشتخصین. بابا فشارش بد نیست. فکر میکنم یکم شوکه شده باشه. استراحت بکنم خوشیشه. چقدر گفتم به هر مذکری که ابراز عشق کرد دختر ندید. او عمر جان که تو تهران اسیر سیروس ایم از روژان. شیرین تونم آخر میدم به همون سلمان، شک نکن. تازه او هیچ. پریشب خواب دیدم زن یارو شاگرد نانوای شدم تو تهران. شاگرد نانوا تعبیرش پول زیاده ببگم. چی شده مهیار جواب نمیده؟ منم بودم جواب نمیدادم. کیوانم جواب نمیده. او هوای من رو بگیر. او میدانه مهیار من کجاست. من باید برم و سلام جمع بکنم. نکفرش لباس تمیز نداره برای خواستگاری. شیری والا نکنه وای بکنم شیری. روشم بگی بخواب همشید شدی؟ بابا گیان ده بخواب ده بابا. او ادریس رو بگیر. اون آدم بزرگ و ترسویه. فهمی جواب میده.
مگه بس بابا چقدر سر صدا میکنی شما؟ داریم جوشانده درست میکنیم بره بچه. بهترین دختر من داره از دست میره، به شما حید زن مکنید میکنید بی سر صدا این کاره بکن. باشه بابا، بهترین دخترت رو جانه؟ آقا از اسپی از اینجا بگیم الو؟ آیا وا شار سلام ادریس خان. سلام علیکم، بفرمایید. ای کجا این چه خبر؟ تو رو خدا من نشینده بگیریم، داریم میریم خواستگاری برای معیار. نه ایزد من نر، از خواستگاری حقیقت داره. آدرس محل خواستگاری لطفا. تونه قرآن معافم بکنین، ما آدم دلقی نیست. آدرس لطفا. چشم، الان اسمس میکنم برات. فقط نگین از ما گرفتین، من بچه هم کوچیکم. خیلی خوب، شما دوتا مراقب روژن باشین، من خودم میرم اونجا برشن قطعی میکنم. حرف حرف شما استایی، ولی منم میام. پس تو مراقب روژن باش، من رو رونق به هندیگه بیم. نه منم میام. بخواب دیگه هم اصلا خوب کرد. خودم وای وای میکنم. خب قربانت برم. نمیشه قربانت برم. من یارم ندارم، میره خواسته گاری. خانک، شکریم، قربانت. عزیز سلام برسم. به به به، چشه دلم روشن اقنوری عزیز. سلام علیکم. بعد از دور قشنگه نه؟ اقنوری، که بذاریم؟ چیه که بذاریم؟ مراسم رو دیگه، سلمان پیشور، شیرین خانزده، به صف شم با شیرینی. آقا سلمان، اصلا زمان مناسبی رو برای این بحث انتخاب نکردی. نمیفهمم. نه خانم، اجازه بده. زمان مناسبیشو پیدا کردم. اقنوری، بفرمان، این خش. شنبه سه هفته دیگه ولادته. زرش پلو میدیم با مرغ، یه سالاد الویه میذاریم کنارش، نظرتون چیه؟ آقای سلمان، گوجگیان خدا هرچی به تو هیچی نداده، آوازش انقدر رو داده که اصلا تا صلاح کشتار جمعیم خطرناک تری، برو پیکره بابا. آقا نوری، دارم بهت هشدار میدم، اگه ندی به هم میرم دختر امو کاوس رو میگیرم، زایی میشی یا دردی یه شبه، دردی یه زعته، بیا بریم بابا. اینقدر صف نباش مرد. آقا نوری، من چیکم دارم؟ خوشگلی ندارم، قد بالا ندارم، پول ندارم، خانواده ندارم. به من بگو چی ندارم؟ تا من برات توضیح بدم. پول کل شیرینی چی شد؟ حالا بیاین دیر شد، حساب میکنم باهاتون. گفتم مادر خرج توی 130 تومن دادم پول کل شیرینی. بیاین بابا. منم 180 تومن پول آرایشگاه دادم. واقعا؟ آره. اصلا مشخص نیست. پول منو بده، مگه از جیبت میدی؟ کل مسیر یک کلمه حرف نزدن، الان بلبل شدم. بیاین بابا. مادر جان بفرمایید شما. بفرمایید. پدر جان بفرمایید. بفرمایید. ببخشید دیگه دیر رسیدیم، تقصیر من بود. سر کار بودم، دیر رسیدیم، دیر رفتم خونه، همون آماده شدیم سر حرکت کردیم اومدیم. بله سمت جان به کارش خیلی علاقه داره. هرچی بهش میگم مامان جان یه امروز و دو ساعت به خودت مرخصی بده تو میخوای بری خواستگاری، میگه نه مامان، کار مردم واجبه، نباید زمین بذاریمش. بله پیداست هوا جاناتش، انسان شریفیه. بله خیلی خب، شریف مال یه دقیقه تعریف از خود نماشه، ولی خب خوبی رو باید گفت. میگم که فامیلای عروس قرار بود که امشب تشریف بیارن، نرسیدن هنوز. حالا میرسن خدمتتان. ببینم آقا صمد، ماشاءالله خنده رو لبت نمیفته، خیلی دوست داری ازدواج بکنی ها، درسته؟ خیلی دوست دارم. خوشت میاد؟ آره. بعد از قدیمم گفتن زن چراغ خونه است، منم کلا از تاریکی میترسم. حالا چی شد که اسم آقازاده را گذاشتین صمد؟ صمد جان بگو آقا منتظرن.
شما اسم من گذاشتین سلام، من کجا من چجوری گذاشتین بچه؟ میگم عروس خانم نمیخوان چای بیارن؟ از دیشب کلی دلم براش تنگ شده. عروس خانم که نه، ولی خب هستن چای میارن. دختر خانم چای میارن خدمتتون. سلام علیکم. سلام علیکم. بفرمایید. سلام. بفرمایید. بفرمایید چایی؟ نه ممنون، من نمیخوام. این چایی با همه چایی ها فرق میکنه، بخور. نه هیچ فرق نمیکنه. برولا شما خوب هستین؟ نه بد نیستیم. اگه اشتباه نکنم شما باید عموی عروس خانم باشی. اشتباه میکنی؟ خوبم اشتباه میکنی. من پدر دامادم. درسته بابا جانم؟ آره من توضیح میدم. تو آشپزخونه اینا بودی؟ میگم برای خب چیزتانه؟ پچه را بابای داماد شد دوتا. ببینید ایشون سالای قبل با ایشون متارکه کرد. ایشون متعلق به زمان ایشونه، اما کسی که در حق ایشون پدری کرده ایشونه. آقا زور علکی نزن، قضیه لو رفته. بله لو رفته. بعد ما رفع زحمت میکنم، شما فکراتو بکنم. بشین داداش بشین، حالا کار باشد دارم. بشین. من این نگاه میشناسم، این میخواد فرار بکنه. کجا میخوای بری بابا جان؟ بیرون که خبری نیست، همه اینجان. آقایان تشریف بیارین، داماد داره قریبی میکنه. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. آقا زن داره؟ بله. زیاد نداره، یه دانه است، ولی من تشخیص میدم میتونه یکی دیگرم داشته باشه. درست میگم آقایان؟ ای درود بر شرفتان. اما کیوان کاملا درست میگه، تا الان نمیتونه خرجی یه نفره بده، الان نمیتونه خرجی دو نفره بده. اتفاقا حسنش در اینه که این جوان میتونه رو پای خودش بیسته. امو جان پاشو رو پای خودت بیسته تا ببینه. اما ولکو تو رو خدا بلکنه. میگم پاشو رو پای خودت وایسا، دارم برای تبلیغ میکنم وایسا. پاشو پاشو رو حرف همون کهوز حرف نزد. ماشالله صاف راست قامت چون سر. سر ببخشید ما مزاحم جمع خانوادگیتون نمیشیم، با اجازتون. بنیش دیگه بنیش بابا، زنگ زدم مأمور کلانتری همه با هم میریم. بشین کاری نداری. بشین. قلب من ناراحت، اجازه بدیم ما رفت زحمت. بشین. هیچ یه خانه تا کنه بخوره. باز زنگ بزنیم پلیس بیان این شیادای سوداگره ببرن. بله. شیاد خودتی؟ همین آقازاده جنابالی ما رو عجیر کرد. گفت من بابا ننه ندارم، بیاید برید برای من خواستگاری، ثواب داره. حالا ما جرم کردیم؟ آره من یار. تو چه این حرفی زدی؟ اگه اینجا بود از مریم نمیگذشت. بله آقا خانم. ای توف به این هویتت. خوشگل پسر، مبارکه باشه. آقا جان من تو توضیح میدم. بذار من اول توضیح بدم. یا زلجلال و اکرم. ببخشید جان خالی داد جنس خراب. بابا عزیزم چی شد؟ درم دقیق نیست که. بابا بگیرین نذارین من یار در بره. من یار با ماشین در بره. بدو بدو Thank you.
یکم تندتر برو. اینا من بگن زندم نمیذارن ها. این همه موتوری پشت سرت چه کار میکنن؟ چه مخانه جانت؟ آقا من زن بچه دارم ها. مشکلی به ما پیش نیاری قربانه. مالا یه دکم گاز داده. خیلی سرم خواستگاری بودم ها. ای هر قضیه ناموسیه. آقا جان ما شانس نداریم. یه چاقوی میکنن تو پت پهلوی ما. بیچاره من میکنی قربانه. پیاده شو. پیاده شو. ناموسی یعنی چی آقا؟ ناموسی یعنی چی؟ اینا با این مشکل دارن که من زندم چرا دور رفتم خواستگاری همین. من دوم نامرده نادوتی پیاده شو گفتم پیاده شو گفتم نامرده نادوتی کجا در میری؟ وایسا وایسین وایسین سب کنین دو تا زدم تو گیشگاش نمیتونه زیاد دور بشه بریم دو مارش کنم برم برو 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 شد. این بزنه به کود دست هیچ که به چه میرسه. آقا خب این مسیر رأی نداره دیگه. بعد از همینجا برگردم میپریم روش میگیریم. چی میگه آقا؟ مهیار راهشو پیدا میکنه. بچه که بودیم دستشو میگرفتم میآوردن تمام سوراخ‌سون با این کو یادش دادم. همه جاشو بلده. آقا جان. شما برگردید. شما برگردید به دخترم هم بگید اصلا نگران نباشم. من از این کوه بدون مهیار بر نمیگردم. مرده یا زندهش میارم میندازم جلوی روژان میگم بفرما اینم شوهر بیریخته. میخوای بهش زندگی کنی؟ کمکت میکنم. میخوای آتیشش بزنی؟ بازم کمکت میکنم. چون نمیتونم همینجوری وایسم قطره قطره آب شدن دخترم رو ببینم. یه ذره بنزینه بس کن. چون این بعد بیاد قشنگ توضیح بده به روژن بگه که چرا همچی کاری بهش کرده. چون اینجوری فکر و خیال دختر بدبخت منو نابود میکنه. باید قشنگ بیاد بگه که تو اون مغز معیوبش چی میگذشته که همچی معامله بر دختر من کرده. آفرین قربانه قربانه. خب آفرین دکتر بیار یکم بزن بینم. خب کی با نوردین میره ای کوهستان سبل عبور مهیار پیدا کنه بیاره پایین؟ مهلقه خانم. و مهلقه خانم چیه؟ آقا شما برگردیم من خودم فردا تا قبل زور برمیگردم. هوا برانیه داره برم میگیرم. خدا حافظ خدا حافظ. مواظب خودت باش. قربانه رفت تو نوری. ها من نامرد هستم تو تنها بذارم باید بیام. آوا مرد حسابی من به خاطر پسر تو میرم بعد تو من نسر من میذاری؟ آقایان هر کی توی کوهستان با ما هم را میشه دستشو بیاره جلو. یک دو سه الله. فاصله نگیر چون اگه گم بشی سخت پیدامون کنی. برو بابا میوه درختیه باید توی کوه یه چیزی بخوریم که زنده بمانیم یا نه؟ چه زنده بمانیم؟ تو ما که زنده بمانی؟ دو ساعت پیش تو خواستگاری پسرت چه تا دانمارکی اقلیب کردی. بیا بریم آقا بیا بریم رابیو. های های
مرا باید تو روز به ورود بهشت من به به بهشت پر از بادام کوهی پر از شنگرج اوشن کوهی بچه که بودیم خدا بیاموز پدرم خدا بیاموز رفتگان شما را خدا بیاموز چی نمیگی؟ میمدیم اینجا قرچ میکردیم چی یا خدا مهیاره چی بودنن؟ چی میگیم مخواست؟ خودشانن بلاخره برگشتن چی هم مخواست؟ 60 سال پیش قصر نصره توی کوبه شد نصف بیشتر زمین های شد مال نصره خان بود 30 نفر از آلی آبادی زدن به کوب برای پیدا کردن قصر نصره اما از او 30 نفر 2 نفر زنده برگشتن اما اون نفرات تو همه کوب زنده زنده پوزکن شدن و بی خیاله مکاوز یه چیزی میگین یه صدای نقلای معمولی بود معمولا حیوانات اهلی این صدا را خودشان درگیره اون دو نفری هم که زنده ماندن روحشونه به شیطان فروختوندن یکی ازش که با گوشای خودشی میدود میگو وقتی صدای ناله این میامد یکی از ما قید میشود خودشونه دیدون گفت یه دهن افقی با کلی دندانه و عمودی داشته یه عمو قلده بود افسر خب عمو کاوشم منم الان دهن افقی با دندانه عمودی دارم پس چرا از من نمی ترسم راست میگم این هم چهرش با اونا مطابقت بکنم بابا نفس افتادی واو خب ندوی چرا فرار میکنید یه ذره به خودت هم بیان عمو کاوز از شما بعیده و هفته از حسن درزم یه ذره رعایت بکنید اینا هم میتونی نزده میرسن شما هم دایره دنبا کشتی زیاد میکنید من هرچه میگم مستند نوری نه این موامه تو آسیا سپید کردم نه این دستان تو آسیا پیمه بسته بابا عمو کاوز شما با تجربه دنیا دیده ای درست ولی مگه نمیگفتی صدای ناله می اومد یه نفر غیب می شده خب ما نه همه هستیم تمام شد ای سلمان کو سلمان راست میگه سلمان کو نه چقدر گیجه سلمان اصلا به من نیامد بالای کو نوری تو سلمان بو گندگی ندیدی بابا آی قوت کردم بابا اشتباه کردم تو ادریس میگی من نگران نباش الان پیداش بود سلمان جان سلمان امو کجایی؟ سلمان سلمان کجا رفت؟ حرف بزن سلمان گفتم برگشتم جوغ صدا میکنی چرا سوت میزنی؟ صدای سوت اذیتشان میکنه آی سلمانه غلط نکنم در افقی افتادن بیچاره ای بریکلا خب بریم کمکش آقا بودا سلمان کجایی؟ سلمان 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 چه بهش آمده ای؟ بله آقا سلمان خنده کنن میفتد آقا سلمان بر زمین چیه؟ اون تماشا میکنه چرا وایسن این تماشا میکنه بیا کوبه بابا اجازه بده اجازه بده وای بابا اجازه بده چیزی ولی واقعا اینا یه خبری برامون دیدن ها وگرنه چرا باید همچین طلای خطرناک اینجا کار بذارن چراش که ازم به حضور انور کاملا مشخصه اینجا منطقه عبور مرور خسه اون چیزی هم که زیاد شکارچی غیر مجاز نامد ای پف ای پف آقا آقا ببخشید آقا چه ربطی به خرس دارم کار خودشان نوری چرا تو برای سود میزنی ها
دارم اذیتشان میکنم. خب مگه مرض داری ازت بکنی؟ نمیبینی پایین به چه روزی انداختن؟ تو که از همه بدتری، سرت خون ریزی داره، بوی خونم کوسه رو جذب میکنه. آقا تو کوتمر کوسه؟ خب چه میدونم؟ گور شغال آقای خواهشان خفشید ممنونم. یه کمک او سردن که بده های دست بزنی دست بزنی آقا کمک و اینه وردن بریم اون طرف تر یک دو سه حالا مرچه بابا بلند شده یواش یواش آرام آرام تب خیلی تب داره. آقایان به خدا من راضی نیستم به خاطر معیار خون دماغ کسی بیاد. برگردیم همون کیوان دیگه کار از کار گذشته. این سال من بدبخت دو بشک خون از دست داده. آقا نوری گن شما دختر به آدم شل میدی؟ والا ما به هر کورو کچلی دختر دادیم شل که برای من چیزی نیست. بدیم دست درمت بگن آتش دوار پایا جذب میکنه. بله دوار پا نشنیدی بابام؟ موجودی که شبا توی کو دیده میشه خود شب شکل آدمیزاد در میاره، داد میزنه، فریاد میزنه، پام درد میکنه، کمرم درد میکنه، یکی بیا منه بگیره کور، ای کو بیاردم پایی. نصیب نشه او کسی که بره کوری بهش بده، چهل متر پای تنها تسمهی اتو شکمش در میاد و میپیچه دور کمری یاد. یه پیاده نمیشه که نمیشه که نمیشه. امو کاوسی هم ببخشیده، جدا میپرسم، شما مرز داری؟ بله؟ یعنی چه؟ خوی چه حرفیه میزنی؟ دارم درست میگم بوام. دوال پامون مرد از ماست؟ نه بوام. هی هی مرد از ما موجودیه که اگر نگاش بکنی او هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه تا جایی که سرش میکنه با آسمان. اما از مرد از ما نباید بترسی. وای با حال او کسی که ازش بترسی. باور بکو از گرینگوش هم خطرناکتر میشه. چی؟ گرینگوش. گرینگوش چه کثافتیه؟ ای هی نشنیدن اینا. گرینگوش موجودیه بوام که دو تا گوش داره به پناهی زمین، یکی شعین دوشک مینازد زیرش و یکی شعین لاف کرسی میکشه رو پاش. اما فریادی داره، نگو و نپرس. وقتی فریاد بکشه تمام مرده ها از قبل خبردار وای میستن. دو پا دارن، دو پا من شما قرض میکنم فرار برقرار ترجیح میدن. آقا جون آقا تو رو خدا کمکم کنی، غلط کردم. ببین پای سلمانه کله منه ببین. آخه چرا آقا جون؟ نه یا جلو همون جا بایستا. این دوال پای خودشم به شکل معیا داره. آقا من از روزه خدا امو کم چه تپت بگو. این بیریخ هیچ اسمی نداره جز مهیر. آقا من دارم میبینم چهل متر پای تسمهی داره. من پاهاشو میبینم، میخواد به همون حمله کنه. یواش این تب داره، داره هر جن میگه یواش خدا 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 خدا. بابا صد دفعه گفتم از گروه جدا نشین، همه به هم دیگه حرکت بکنین. صداش از اونجا میاد. یا سال جلال و اکرم این چه دو تا کشته ندیم صلوات. اللهم صلوات بانه محمد. حق نوری بیا نریم جلو، میترسم دوال پا باشه داره مظلوم نمایی میکنه به خط سوارمون بشه. ای سلما یه دفعه دیگه چرت و پرت بگی، اون یکی بعدم از محل اتصال به لگن جدا میکنم، آویزه میکنم به همین درخته خوراک جانوران و پرندگان بشه. گرفتی؟ آقا من مریضم، احتمالا دارم هزیان میگم. بره دهنت گل بگی. بیا جلو. من نمیام آقا. بیا بیا. بح 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 بح. سلام علیکم، خوب هستین؟ خدا چه فکر بکنی؟ خب نه نه خب. اجازه بدین الان یه چوبی چیزی پیدا میکنم میام نجات تام میدم. همینجا باشین. زود باش. بیا بیا اینجا. خوب باش. هست بابا نه دست. الله ازم بگرد و الباب بیاد. زود باش. بابا 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 ب
مصیبت آقا نوری، حالتون خوبه؟ فکر میکنم که حق به عمو کاووس بود. انشالله با امید حق علیه باطل امشب همه من دست جمعی به دیار باقی میشی تبید. برای چی گریه میکنی؟ خدا نکنه آقا، خدا نکنه. من تازه میخواستم با شیرین خانم ازدواج کنم، یه دو قلوی زرق و بور براتون بیارم. به همه قیافه؟ من نمیفهمم چی میگه. واو عمو کیوان وایسا، واو اینجوری نمیشه. واو کشتی. چی شد؟ جان مادر تو این موقعیت نمیرسه، حوصله ندارم. آقا لونی دلی تو چی بده؟ آبا این هده ها چیزه تر میاره میگم کلی تو چی بده؟ نوری کیوان راست میگه، نهایتا او بالا بیفته پایین دست پاد بشکنه بهتره کنه. بهتره اونه چی که جانوره او بالا خیالت راحت شد؟ فریده جان، صد بار گفتم من اون موقع تو گودال بودم، اما اگه بیرونم بودم کاری از دست من بر نمی آمد. پنجه تو پنجه خرس که نمی دانستم به نازم. من بودم می انداختم. من گردن خرسی که بخواد بچه‌مو بخوره با همین دستام می شکستم. پسری بیا جانش گذاشت سر یه تصمیم احمقانه. نه خیر، مهیار من خیلی هم زبر و زرنگ بود. من مطمئنم از دستش فرار کرده. همین الان پا میشی میری دنبالش پیداش میکنی. فریده جان، امید و وحی به خودت نده. پسر ما الان هم حذف شده در رب بیخارش. ببخشی ها فریده خانم، تسلیم میگم قم آخرتان باشه، ولی بابای من سه بار خوابش برده، هر سه بار با صدای گریه شما خواب پریده. شیرین جان، داغ بچه دیدم میفهمی؟ شنگول منگول نیست که برم مهیارم از شکم آقا گرگه بکشم بیرون. درود بر شرف. بگن بیدر راحت بشن. من فریده خانم باور الله بلیر ما تپهی از دست دادن جان منم پیش رفتیم، اصلا خسته داشت میرم. بلده نمالده خسته داشت میرم. مهیار یه اون نقف زهر شد نختت به خسته خستم. کیش بهتره باید سر باید بشه. آی بچم ای خدا چی کرم آجی بنده خدا خیلی سخته، خدا صبرشم میده. بابا خدا به خواهر بیچاره من صبر بده سر جوانی بی بشو. بیچاره روژان، بابا من داستان زندگی مهیار حتما می نویسم.
چقدر بده میامد ازش. مینویسم تا درس عبرت بشه بره اون مردایی که تا شوالشان میشه دوتا هوا برشان میداره. ای کاش اقلا این شلوارش دوتا شده بود، به 98% مردم شهر و روستا بدهکار بود. پس بابا نمیدانی 37500 هم همه گرفت من بهتون. واقعا؟ خب پس هیچی دیگه شد 99%. آره به خدا اینا شانس آوردن دخترم که ما باشان بودم. باور بکن یکی یکی کولشان کردم از اون گودال آوردم بیرون. کولی رفتم تو بیابان ویژگی های دارویی جمع کردم آوردم گذاشتم رو زخم زیلیش که اینا نجات پیدا بکنه. اگر من نمیشدم 3 نفرشان به دیار باقی رفته بود. امرا در دروغ میگه. تو این سن و سال به جایی که اونا هوا تو داشته باشن شما باید بری تر و خشکشون کنی؟ همینه دخترم، اینا هیچ کدام ارزه جوانه قدیمه که نداره. بابا برو پندره بزن که نکرشته. ای بابا ول کن، نمیخوام چشم بیافته. بابا گم برو، آخه زور داره آخه. تمام بدبختیمون تقصیر عمو کاوز بود. عمو کاوز که شما مره نجات دادی. ای ماشاءالله به اون موی سفیده ماشاءالله. سلام علیکم قربانه عمو کاوز، ماشاءالله خوب داری خالی میبندی برای دختر خانمت. نجات ندادم، خود محیطبان ها گفتن که صدای فریاد شما شنیدیم که آمدیم اونجا. او فریاد که همه من داشتیم میکشیدیم. درسته، اما صدای فریاد من بهتر تشخیص داده بوده. ای بریکالله، ما که اوز کم براقع به این بابا این نزمیرت باش. بسیار انسان راستگو و امینیه و خیلی ذهن خلاقی هم داره. دروگو هم اصلا دشمن خدا نیست. بابا این محیطبانه بنده خدا میگفت این شکرچی ها بساط طلا رو دیروز بعد از ظهر گذاشته. شانس ما است دیگه، کلی هم تشکر کرد که ما باعث شدیم اون حیوانات تو طلا نیفتن. خانم پرستر؟ بله. ببخشید خانم من برداره بعد ویار سرم کرده. ویار چه آقا؟ سرم؟ سرم دیگه چجور ویاری آقا؟ بفهمید بفهمید، دراز بکشین لبه تخت نشینید. خب دیده دلش خواسته. چه چیزایی میگن؟ سن چند مخوره کنم؟ آقا لطفا سنتانه بگین، دارم اطلاعات بیمار تکمیل میکنم. نه خدایی چند مخوره؟ 200 سالشه بابا. 67 سالشه. نره بجب این امو کاوزه زبله. نه آخه دیگه داره تمام میشه، چیزی ازش نمانده که بفهمید. اینجا چه خبره؟ پدرشم عاشق همن. خانم من به شما نگفتم یا آقا نباید چیزی بخوره؟ حتی کوکو هم؟ بله حتی کوکو، فعلا باید ناشتا باشن. بچه همه دلم میسوزه. به غیر از ایشان همه بیمارایی که سرومشان تمام شده میتونن برن کار ترخیصشان انجام بدن. شما هم بی زحمت تو اصلاش آه یه کمرم شکر سرمه 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 اجاقا مارکون شد بریده. نه الان فرصت هست، اینجوری نگو فرصت هست. آره والا ساده ای خودت چون کار ریست سفید کردی. ببینم پسر پیوانه میخواستم کی بگم. افرین فرشته، میگم بیچاره روشن خانه از وقتی خبر رو شنیده از نظر روحی کاملا فرو پاشیده شد. حقش نبود بنده خدا. شما مردا همه تان همینجوری جواب محبت باسط هم میدید. بابا فرشته جان تو چرا این حرف رو میزنی؟ تو توی زندگی غیر از محبت و قربان و صدقه از من چیز دیگه ای دیدی؟ خیلی یکی بره تو بین دکتره فهمیده شوهرش مرده. راست میگه خو، یکی دام برید تو. رنا خانم داخل مادر جان، اتفاقا من بودم وقتی بهش گفتن خرس مهیار خورده، از این خیالش هم نبود. حق داره این خیالش نباشه، رفته سر روح جان هوا آورده تو مخرس شده. اینه عاقبت آدم تمکار. در اعتقاد من خدا یکی زن یکی. ای بابا اجسی بسات خیلی دارن شلوغی میکنن، ساکتشان کو. بچه ها ساکت. همین؟ بچه؟ من با بچه هم گفتگو محورم. میخوای با بیلی افتم جانشان؟ آقا نمیخواد نمیخواد. سلام. چه خبر شده باز؟ ازدحام برای چیه؟ تسلیت میگیم. تسلیت درز میکنیم. خدا بشت سب بده رو جان جان. به زودی اساسات جمع کردی؟ کاری از دست ما برمیاد؟ اگه اجازه بدین آقایان اساسای کول بکنن. جهت زنده نگه داشتن یاد و خاطره مهیار عزیز
بلند صلوات. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میخواین بریم مهیار مه عزاداری بگیرین؟ دستان داد نکنه، ولی خانواده زن دومش هم خبر بدیم. بیادبی مراسم بگیریم اونا نباشه. ای خدا لعنت کنه هرچه مرد خیانتکاره. ای توف برود بیار معیا که این دختر در عنفوان جوانی سیاپوش کردی. کی این دختر در عنفوان جوانی سیاپوش کرده؟ ملقا خانم. ملقا خانم چیزه؟ معیار؟ معیار خاطی کردیم. من میگم اصلا از پسر یه ریگی توی کنم. ای روز گاری مثلا. بلا باش با دلانی بانا هیچی ریجی شد دارت بگرد الان کجایی تو؟ چی ریجی شد مادر؟ الان من چه خود بسرم بریم؟ بچه هم کجاست؟ خیر زندگی نبید. دست بهش نمیزنی. چیکار با عکس بچه من داری؟ ببخشید فکرم داره اذیتتان میکنه. نه مهیار من هیچ وقت اذیت نمیکرد. انقدر پشت سرش حرف زدین مردم همه باش لج کردن. ما پشت سرش حرف زدیم؟ ما که خواهر دست گل منو دو دستی تقدیمش کردیم دیگه باید چه کار میکردیم؟ والا آدم چه حرفایی میشنوه. جره پس نکو بیا پایین ببکن. ما الان همه نراحتیم. بهتره که حرف نزنیم یه موقع خدایی نکرده. این احترامه بین میده. منو که کیوان خانم سن من بالا هست. یه موقع خدایی نکرده. دوزه تحصیلی ریز دورش میزنیم. اون موقع شما یه سال ازه داری. ای بابا خدا نکنه شما بره چه؟ آره دیگه. درود بر شرفت. وسایل بچه منو جمع کنیم میخوام ببرم. از این به بعد باید با وسایلش روزا و شب کنم. چه وسیله؟ مهیار اینجا وسیله نداره. راست میگه. اون خدا بیامرز تو خونه خودشم وسیله نداشت. بعد اینجا وسیله داشته باشه. یعنی هیچی آقا نوری دستتون درد نکنه. انقدر از بچه من بیزار بودین که هیچی ازش نگه نداشتین. شیرینگن پشو برو ببین یه چیزی ازش مونده. برو. بگن نلا بچهش اونجور خست بوده خودشم افتاده مرده نبرده بشو چشم. خیلی دنیای عجیبیه عجیب. یه عده هستن یه عمر زیرابی میرن هیچکی متوجه نمیشه. بعد یه نفر یه قدم پشه کج میذاره یه او تومه خست میشه. بله این همه شانس گند ماست. بچه من پاشو کج گذاشته بود؟ من دیگه هیچی حرف نمیزنم. خودش از بالای کوه میاد پایین جواب همه تونو میده. کج گذاشته بود خانم کج گذاشته بود. من با این چشه خودم دیدم تو مراسم خواستگاری نشسته بود. از این طرف تو اون طرفم نیشش واز بود. تمام. شما یکی اصلا حرف نزن. همیشه علیه بچه من بودی. الانم پاش بیفته میری به نفع خرسش عادت میدی. بیا. بفرما. فکر میکنم هی نباشه. در گذشته این زیر شلوانی مال من بود. من دادمش به مهیار که میاد اینجا راحت بشه. این داره ریده بود جیجیش که بخونه. نه گذشته بود بین فقره تقسیم. بله خدا بیامرز همیشه درنش میجنبید. نقلم داره. نخور ضرر داره میمیری. بذار ببینم بدون معیاد چه به درد من میخوره این دنیا. بابا ایوانات جوان تو به سیغت هست. بابا ایوان برای خودت میگه بخوری سقط میشی. بذار سقط بشم بذار ببینم این دنیا به چه درد من بخوره. بابا غلط کردم بخور. چه وحشیه اینا چیه؟ اون مشلول خودکاره. از شود که چندین بار به مهیار گفتم گفتم بابا بگم من پدر زنتم این شوخیه رو برو به همسن سالای خودت بکن. از کودکی تربیت درستی نداشتین.
بشره. نگار فهمیده بود خرس مخواد بخوردش. آدم معتقدی بود. ای مادر بمیره برا. سلام. سلام عروس با وفا. سب میکردی استخوناشو میآوردن بعد میرفتی وسایلاتو جمع میکردی تشریف میآوردی. ربطی به خرس نداره فریده خانم. روژان همو دیشب تصمیم گرفت که جمع بکنه. میخواست جا واسه وسایل عروس جدیدتان باز بشه. عروس؟ کدوم عروس؟ چرا اینقدر پشت سر بچم حرف میزنیم بهش تهمت میزنیم؟ آفرین روژان جان، از تو انتظار نداشتم. با آبروی ما بازی نشده؟ تشریف ببرید بیرون ببینین دمه در چه خبره. این همه مردم پشت سرم را افتادن پش پش میکنن، میگن دختره حتما یه ایرادی داشته که من یه رفت را افتادم. وایسا گیگن رس میگه کیا دنبالتون را افتاده بوده؟ بگید کیا نیفتادن؟ همه گروسلی بازی که در نیوردی؟ نه. کتکاری که نکردی؟ نه. خیالم راحت بشه؟ الان کجان؟ اما ها آمدن تو ولی بقیه را ندادم. ای بابا بیشن دیگر. خیلی عجیبه کیوانگن، من خیلی بدم میاد از انسان های فضول. با اجازتن یه دقیقه برم اینا رو متفرق کنم برگردم، ولی خواهشن تا برمیگردم هیچ کی چه حرفی داریم بزنیم؟ صحبت نکنه چون خیلی فضا مستعد تشنجه. اصلا یه جوری با همدیگر رفتار کنید انگار چشم دیدن همدیگر ندارید. بچه‌ها سلام برمیگردم. نیا آقا نوری نیا، من بالا میرم، من الیه بیلم آقلا میم دانش میم ازو بیلی شولار آخی. بابا فریده خانم خواهش دلیرم، تمنا ایلیرم، منو اروعیمه سندرم بیر دقیقه الان قولن آخر میم با هم دیگه حرف نزنیده. بابا گوش بده دیا، ما گل تو دل مال جوال دست دادیم. سلام علیکم. سلام علیکم. زحمت کشیدید، زحمت کشیدید. چرا دمته؟ تشبیه ده؟ بفرمایید. نه حرکت کردیم، شرمنده. یه لحظه اجازه بدید. این کلبه خرابه البته متعلق به همه ایشون است، ولی الان شرایطی زاده بحرانیه. پدر مادر متوفا متاسفانه اوضاعشون خوب نیست. دختر منم که دیدین نیاز به زمان و یه ذره تنهایی داره که یه ذره بهتر بشه. آقا نوری مراسم ختم آقا مهیار چی میشه؟ هرچی باشه اون رفیق ما بود، جلوی چشم این اهالی قد کشید. آره راست میگو. عرضم به حضور شما که انشالله تاریخ مراسم از طریق مسجد خدمت همه شما اعلام میشه، ولی اجازه بدین اول بقایای اون مرحوم پیدا بکنیم. بقایا؟ کدام بقایا؟ مگه خرس اتومش چیزی باقی میذاره؟ Yes of course. مثلا شلوارشه، جورابشه، دستکلیدشه، سیبیلشه، این چیزا رو میگن. لااقل بمو بگو چجوری مرده. آگاهی حق این مردمه. خرس امان نمیده به شکارش. اول میگیره یک کتک مفصل بهش میزنه، بعد شروع میکنه به خوردنش. آقا سیروز چرا جمع میبندی؟ چرا خودت هم مدیان میکنی؟ اتفاقا بعضی خرسا خیلی مهربانن، تومشان هم میذارن بره. آقا جان خرس مهربان مال تو کارتونه هاست، تو واقعیت پاراپورا میکنه، میدرانه و میره جلو. ای بلیکلا خرس بی خودی حمله نمیکنه. خرس هم مثل عقاب میمانه، وقتی تخم میذاره وای میسه، نه هر که نزدیک بشه چیشیشه در میاره. ادنیس گن خرس تخم گذاره؟ نمیذاره. ببخشین متوجه اشتباه خودم شدم. بچه ها را بیفتین بریم. را بیفتین. آره، فرما. شما متفرق بشین. نه ایشالله طریق مسجد. فرما. قربان نه فرما. متفرق بشین. خدا حافظ. ایشالله طریق مسجد تلاق و سلیم. فرما. خدا حافظ بابا گل. کسی نرزیده چرخد. ای بری کبا برو. خدا حافظ. متفرق بشین. شما متفرق نمیشین؟ شرمنده، بالا این منطقه این به جنه بودم. سلام، بنده زمانی هستم. ای زمانی، جنه در خدمتم، هم فرمه. یه عرض کوچیک خدمتون داشتم. ولی گفتنش یکم برام سخته. نه بابا راحت باشین، الان دیدین اهلی چجور راحت میخواستم بیان داخل خانه. شما راحت حرفتنه بزنیم. من پدر همون دختری هستم که آقا مهیار اومد خواستگاریش. آخ من واقعا شرمنده ایشونم. اصلا زبانم برای از خیلی لاله، نمیدونم چی بگم. خیر قربان،
من شرمنده شما. نه شما بزرگواری. حالا دکتر خانم چی داره؟ شنیدم بعد از این مجلس یه ذره کسالت پیدا کرد. انشالله بهتره. انشالله. ببینید خدمتتون چی عرض کنم؟ خدمتتون عرض کنم که قضیه مربوط میشه به شرمندم. من دعوت نکردم شما داخل. فرمایید بریم داخل صحبت. نه اجازه بدید همینجا مطلبمو. نه 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 فرمایید داخل با او فرمودین. صحیح نیست. نه بابا صحیحه. فرمودین صحبت مهم صحبت مهم که اینجا نمیشه. اینجا مال سلام و خداحافظی و چرا دیر آمدین و ان شاء الله من میام منزل شما. فرمایید خواهش می‌کنم. من خجالت می‌کشم. اجازه بدید که من همینجا بشینم. نه جوره فرمایید داخل فرمایید. خواهش می‌کنم. صحبت می‌گه چای تلخی با هم دیگه می‌خوریم. فرمایید. فرمایید اصلا روی اومدن خونه شما رو ندارم. نه این خلفه صاف میکنیم. اجازه بدید تو همون پله پس بشینیم. فرمه هجوی راحتی. من اینجوری نراحتیم البته. فرمه فرمه همین جلوی خواهیم. نه 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 اما همه سلام هم میگن. 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 سلام ببخش این چه همه هایی دارم. خدا حفظشون. دست ده نکنی. این نه کلانه است. نگاه کن داخلش سبزی خیلی خوشمزه است. میشه جان. نه بابا من فرمایید یکم. خیلی متشکرم. آقا نخوری یکی چه عقبی. ممنونم. بفرمایید. میل نمیکنی؟ متشکرم. نخیر بفرمایید. خب من در خدمت شما هستم. فرمایید. اصلا ما نمیدونیم چرا کارمون با آقا مهیار به اینجا کشیده. عرضم به حضور شما که راستش این مهیار مدتی بود که قدم در جاده تباهی گذاشته بود. ولی من فکر نمی‌کردم که اینقدر کار احمقانه ازش سر بزنه. اون مقصر نیست. بیشتر من مقصرم. نه بابا این چه صحبتی می‌فرمایید؟ شما اگه می‌دونستید مهیار زنده‌ره آیا تو خونه رش می‌دادید؟ می‌دونستیم زنده‌ره. ها؟ خودش به همون گفته بود زنده‌ره. حتی عکس خانومش هم نشون خانوم من داده بود. به خانوم من گفته بود که عاشق زنشه. ببینم یعنی شما با اینکه دخترتون بشه زن دوم مهیار هیچ مشکلی نداشتین؟ مشکل داشتیم. خیلی هم مشکل داشتیم. بس یعنی چی؟ من آها شرط کرده بودین که مثلا دختر منو طلاق بده بعد بیاد دختر شما رو بگیره. نه قربان. اصلا خواستگاری سوری بوده. ها؟ سوری بود. روم به دیوار. پول از من گرفته بودن که برای دخترم خواستگار بفرستن. آه یعنی مهیار بهش پول داده بودیم که دختر شما رو بگیره؟ پول داده بودیم که نگیره. آی زمین دوربین مخفیه؟ آقا دوربین مخفیه من فهمیدم بیاییم بیرون. اما اجاب رعایت بکنیم. من فهمیدم بیاییم بیرون. آقای من دوربین مخفی چیه؟ من جدی دارم صحبت میکنم. اسم شریفتون چیه؟ بنده خانزاده هستم. نورالدین خانزاده فرزند نور محمد. آقای خانزاده جه. دختر من خواستگار نداشت. همسایه ها و آشناها به هیچ سرکوف می زدن. افسرده شده بود. روز به روزم حالش وخیم تر می شد. یه نفر از خدا بی خبر گفتش که یه سایتی هست پول می گیره خواستگار الکی می فرسته. عیزده منن. منم احمق شدم. به خاطر دخترم قبول کردم. خب تمام فامیلم خبر کردیم که می خواد واسه دخترمو خواستگار بیاد. ایوه ویله. بعدم قرار شد دخترم رو مجاب بکنم که جواب منفی بده. چیکاری کردین شما؟ الان دخترم متوجه شده که خواستگاری سوری بوده زبونش بند اومده گریه میکنه مدام. ایداده بیدار خیلی کار اشتباهی کرم بده کردین. پس یعنی مهیار پول گرفته بود که بیاد خواستگاری؟ مهیار مدتیه با این سایت همکاری میکنه. خودش جوون خوبیه. میگفت دوست دارم رو پای خودم واسم. آقای زمدیکن حالا اصلا شما میدونید یه دانه جوان برنه به خاطر همین ماجرای سوریه شما مرده از بین رفته. اصلا میدونید الان مادرش اون بالا در زمین و زمان رو چنگ میزنه. این کار خوبیه؟ کی گفته مهیار مرده؟ آقا خستون بالش کرد. خود بنده که الان در خدمتتان هستم به همراه 5-6 نفر دیگه نزدیک بود به خاطر همین ماجرای سوریه شما مرحوم بشیم. آقای خانزاده مهیار زنده است نمرده. یا مقلب القلوب والابصار. من با همون رابطه سایت کذایی اومدم خونه شما. خودش با موتور رفته تای کوچه. وقتی دید مردم فکر میکنن مهیار مرده جرئت نکرد به شما بیاد راستشو بگه. یعنی الان مهیار زنده مثلا دست بعد داره سالمه رمیده؟ آقا سالمه. من اومدم واقعیتو به شما بگم که زندگی این جوان از هم نپاشید. واقعا مردی.
مردی. همه تقصیرها گردن منه. هر گونه تصمیمی هم که در مورد من بگیری حق داری. من گردنم از مو نازکتره. خیلی مردی. ولی خواهش میکنم به خانوادم لطمه نزنی. نه بابا مرد. من شیطین دیوانه. فکر من شیش میزنم. به اندازه کافی داغون هستیم. یه کاری نکنیدم ازتون خواهش میکنم دخترم دیگه نابودتر از این بشه. نه خیالتون راحت ای دماد سگ جان. چنگ خز در رفت. روشن جان، فریده خانم، حیوان، مهیر زنده. هم از زمین آسمان به من نشانه رفته است، نشانه من چه بی نشان از این زمان رفته است. به دست تو راهی شده به پای خود آمده تا ساحل آرامش دل را به دریا زده. تو چون رود سپیدی که به دریا میرسد از تو بزرگی مثل الوندی چشمی ساده شد در تو. تو مثل بی ستون هستی تو حتما قصر شیرینی تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی. من هر چی زور گردیم شو و شمشال یک چو من هر چی دوز گردیم شو و دسمال یک چو در واکن تا کپو همزگان سیر باری من بگره سر چوبی وارانی نم نمواری. تاق و سانزانی هر او تاکو سری برزن نه لافاوی توانی بویدهی نه حال کنگی لزه و لرزن توینه نخش قی سرون چه ترنگی آو سیروانی توینه شرم دا پیری تو حال پرکی دزیرانی. تو چون رود سپیدی که به دریا میرسن از تو مزارگی مثل الوندی چشمی ساده شد در تو. تو مثل بی ستون هستی تو حتما قصر شیرینی تو انقدر عشق داری که منو فرهاد میبینی. من هر چی زور گردیم شو و شمشال یک چو من هر چی دوز گردیم شو و دسمال یک چو در واکن تا کپو همزگان سیر باری من بگره سر چوبی وارانی نم نمواری.